معنیش میشه جغد کوچولو، ولی ما دیگه فارسی شد خیلی فکر نکردیم که به فارسی اسم دیگه بذاریم یا مثلا به همین اسمی که هستش بخوایم شناخته بشه. اصلا از اول دنبال کتابای کودکان بودیم، یه مقدار رفتیم دنبال این که کتابای دو زبانه منتشر بکنیم، اما راستش امکان این کار خیلی نبود، یعنی خوب در نمیومد. وقتی که در موردش تحقیق کردیم دیدیم که وقتی که ترجمه میکنیم باید یه سری ادیت بشه اون متن که یه مقداری روانتر بشه، خوندنش راحتتر بشه و ارتباط بهتری برقرار بکنه با خواننده‌ای که میخواد اون رو به انگلیسی بخونه. بیشتر با تحقیق بازار مواجه شدیم، دیدیم که خب ما میتونیم مثلا متن انگلیسی منتشر بکنیم که مخاطب گسترده تری رو در بر بگیره تا اینکه فقط ایرانی ها بتونن ازش استفاده بکنن. تصمیم گرفتیم که ترجمه کتاب کودک فارسی رو منتشر بکنیم. ما کتاب خیلی خوبی داریم به زبان فارسی که در ایران منتشر شدن در سالها، به خصوص از لحاظ تصویرگری ها خیلی کتاب های با کیفیتی هستن و اینا واقعا استقال اینو دارن که یک چاپ با کیفیت و عالی بتونه اینا رو معرفی بکنه که دیده بشن، اون وجه هنریشون بیشتر دیده بشه. اگر که بهترین تصویرگری ها باشه، بهترین کتاب باشه، ولی با کیفیت پایین منتشر بشه توجه جلب نمی کنه. ولی همین اینو اگر که با اون کیفیتی مناسب خودش هستش که منتشر بکنیم، اون وقت مخاطب خودش رو در جاهای دیگه هم پیدا میکنه. و همینطور هم شد، به خاطر اینکه ما وقتی که این کتاب ها رو اومدیم عرضه کردیم و نشون دادیم به کسایی که این کاره بودن کار کتاب میکردن، با استقبال اینکه کتاب ها بسیار کتاب های با کیفیتی هستن، خود تصویرگری ها، متن و اینا به اصطلاح های کالچر هستن، یعنی جز کتاب های فرهنگی خوب حساب میشن، اینا رو دیدن. روی همین منوال اومدیم ما کتاب های انتخاب کردیم که بتونه این بازار رو بتونه پوشش بده و این مخاطب رو جذب بکنه. بعضی از این کتاب ها در ایران منتشر شدن، بعضی هاشون نشدن، ولی ما تصویرگرهای ایرانی هستن. در ادامه کارمون در سری بعدی دنبال تولید کتاب‌های دیگه هستیم که خودمون سفارش بدیم، یا اینکه به طور مستقیم وارد مذاکره بشیم با تصویرگران و نویسنده‌های کودک. ولی اینهایی که الان داریم اضافه ما نکردیم به تصویرها، شاید یه جاهای اصلاح کرده باشیم، یا اینکه مطابق باز تعریف کردن داستان، یا اینکه چیزی با فرهنگی مقصد ما هستش مناسب تر باشه اونو با تصویرگرایی مقداری هماهنگ کردیم، ولی نه خیلی. اینا تصویرهایی هستن که کاملا هم اوریجینال تصویرگر شده اولیه هستن، به خصوص این که کتاب مانیسی کوچولو که با تصویرگری اصلی فرشید مسکالی منتشر شده، که این خیلی مورد توجه قرار گرفت اینجا. وقتی میگه مورد توجه قرار گرفت، ما این کتاب تازه دو سه ماهی که منتشر کردیم در اومده. در مورد بازار من خیلی صحبت نمی کنم، ولی در محافلی که اینا رو دیدم، محافل ادبیات کودک و کسایی که در کار معرفی اینا هستن، خیلی استقبال کردن. اولین کتابای ما ژانویه 2015 در اومده. تا الان 4 کتاب وارد بازار شده، 4 عنوان. 4 عنوان دیگه تا آخر تابستون منتشر میشه توی برنامه‌ای که داریم و همطور خب ادامه داره. بعد توی پاییز باز عنوان جدید داریم و سال دیگه، سال 2016، عنوان‌های جدیدمون دوباره وارد بازار میشه که اونا هم دنبال این هستیم که به زودی کاتالوگش رو عرضه میکنیم و اینو در تمام کتابفروشی‌های آنلاین میشه خرید. در تمام، تقریبا تمام کتابفروشی‌های آنلاین سراسر دنیا هست. ما الان اینو تو کتابفروشی‌های مستقل عرضه کردیم، خب دنبال اینم هستیم که زنجیری‌ها هم اینا رو بذارن توی کتاب فروشیشون، تا خب اون یه راهیه که طولانی تره و انشالله به زودی انجام میشه.